اقتصاد ایران در حالی وارد سال جدید می شود که پیش بینی های اکثر کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور برای سال 1388 واقعی بودن خود را ثابت کرد. اقتصاد ایران در ماه های نخست به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری بحث های اقتصادی را به حاشیه برد. هرچند سایه بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد کشور نمایان‌تر شد، شاهد کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی بودیم. شاید نخستین شوک اقتصادی در سال 88 را بتوان میزان بدهی گروه صنعتی ایران خودرو قول خودروسازی خاورمیانه دانست. البته گرفتاری‌های صنعت ایران تنها به ایران خودرو بسنده نشد و گریبان دیگر بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز گرفت. بر مبنای گزارش‌های منتشر شده 343 شرکت بزرگ تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند. در این حال به گفته شرکت بورس و اوراق بهادار تهران سال 1387 نسبت فعالیت بورس 31% بوده که سال 88 این رقم به 33% افزایش یافت. معاملات روزانه 77 میلیارد تومان است که سال 87 این رقم معادل 60 میلیارد تومان بوده که با این مبنا رشدی 30% را در معاملات روزانه نشان می‌دهد. ارزش بازار سرمایه کشور از مرز 65 میلیارد دلار گذشته و گفته می‌شود بورس امسال 50% رشد داشته است. با این وجود آگاهان از مشکل نقد شوندگی در بازار سهام میگویند و سفت سازی در برخی سهام را به شدت بالا میدانند. گزارش ها دال بر شفافیت بازار سرمایه در سال آینده منتشر شده است. برخی از کارشناسان مالی چشمانداز بازار بورس را در سال آینده غیر شفاف ارزیابی میکنند و حتی بر این باورند هدفمند کردن یارانه ها قیمت سهام را کاهش خواهد داد، در حالی که سخن از رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی و واگذاری 744 شرکت دولتی در سال آینده می شود. اسدالله عسکرولادی تاجر کهنه‌کار بر این باور است که برنامه پنجم به دنبال دور کردن بخش خصوصی از اقتصاد است. تنها دو بند از برنامه پنجم به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است. در شرایطی که رشد اقتصادی ایران در سال 88 به پایین ترین سطح در 5 سال اخیر رسیده است، پیشبینی ها رشد اقتصاد ایران را در سال آینده بین 0 تا 2.5% می داند. بسیاری از آگاهان چشمانداز اقتصادی کشور در سال 1389 را در کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری ارزیابی می کنند.